شاهرخ زمانی، کارگر زندانی وضعیت جسمانی وخیمی دارد. او در اعتصاب غذا به سر می‌برد. خبرهای رسیده آکیست که مسئولان جمهوری اسلامی زندانبانان ولایت فقیه از پاسخ و تأمین مطالبات زندانیان سیاسی همچنان خودداری می‌کنند. حتی زندانیان نیازمند خدمات پزشکی و بهداشتی. آن سوتر یک کارگر در راه آهن ایران خودکشی کرد و خبرهای دیگر در عرصه کارگری، از جمله اینکه یارانه‌های دولتی آیا کمکی به سفره خالی کارگران ایرانی می‌کنند یا خیر. در عرصه بین المللی کنگره کارگری در شیکاگو حمایت خود را از کارگران ایرانی و مطالبات آنان مورد تأکید قرار داد. و خبرهای دیگر در همین عرصه که مورد بررسی قرار خواهیم داد، با آقای منصور اوسانلو، چهره سرشناس عرصه فعالیت‌های کارگری و سندیکایی، که چون پنجشنبه‌های دیگر در برنامه امشب نیز با من و شما خواهند بود در نیمه اول برنامه. تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلوی عزیز در نیوجرسی، سلام به شما. سلام بر شما، همکاران و بینندگان بسیار محترمتون. آقای اوسانلوی عزیز، ببینید، آقای شاهرخ زمانی کارگر ساختمانی در زندان هست. آخرین خبرهایی که ما داشتیم اینه که حالشون چندان خوب نیست، وضعیت جسمانیشون. خبرها رو از شما میشنویم درباره زندانیان، کارگران زندان و کارگران زندانی که بیمار هستند یا در اعتصاب غذا هستند. متشکرم. شاهرخ زمانی از اعضای هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان به همراه محمد جراحی، الان نزدیک به 4 سال است که در زندان هستند و به دلیل فعالیت‌های صنفی و سندیکایی و تشکل‌گرایی که داشتند به زندان افتادند. بارها حکمای بسیار ظالمانه نسبت به این کارگران در دادگاه یا بیدادگاه انقلاب جمهوری اسلامی صادر شده، از جمله که برای شاهرخ زمانی 11 سال حبس در نظر گرفته. به علاوه اون که در زندان هم 6 ماه حبس به ایشون اضافه کردن که تو در زندان بر علیه ولایت فقیه صحبت کردی. به هر حال شاهرخ از زندانیان مبارزی است که گاهی پیام‌هایی هم از زندان توسط ملاقات یا به شکل‌های دیگه به بیرون فرستاده و همبستگی خودش رو با طبقه کارگر و مشکلات روزمره مردم اعلام کرده. شاهرخ زمانی رو در آخرین مرحله تبعیدش کردن به زندان قزلحصار کرج، که زندانی است که هیچ ربطی به زندانیان سیاسی یا کارگری یا عقیدتی و اندیشه‌ای نداره. و شاهرخ از روزی که او را به بیگناه به زندان قزلحصار تبعید کردن، الان حدود 34 روز است که در اعتصاب قضا در اعتراض به این تبعید غیرقانونی به سر میبره و نزدیک به 20 کیلوگرم از وزنش از دست داده. در پی این اعتراض برای بازگرداندن شاهرخ به همون زندان رجای 60 سالن 12 در کنار دوستان خودش، بیش از 550 نفر از فعالین کارگری و مبارزین سیاسی ایران در داخل و خارج کشور درخواست بازگرداندن ایشون به همون رجای شهر و حتی آزادی کاملشون کردن
و از خود شاهرخ هم به همراه مادر، دختر و خانوادهش خواهش کردن به خاطر حفظ جانش دست از اعتصاب برداره، چرا که صدای او به گوش جهانیان رسیده، از جمله کارگران آمریکا علیه جنگ که 150 تشکل کارگری رو در ایالات متحده آمریکا در بر می‌گیرند، با امضای آقای مایکل هابزنتر هماهنگ کننده کشوری این اتحادیه بزرگ کارگری، درخواست آزادی و درخواست ترک اعتصاب رو از شاهرخ داشته و از این شرایطی که رو به وخامت سلامت آقای زمانی میره ابراز نگرانی کردند و همچنین خواهان آزادی او شدند و علاوه بر این اتحادیه بین المللی آمریکا علیه جنگ، کنگره های دیگه هم این درخواست های آزادی و حمایت شکل گرفته است. خب ببینید، ملایان شیعه، یعنی اونچه که روحانیت شیعه خوانده میشه، از جمله خود آیت الله خامنه ای، آیت الله امروزی آقای خامنه ای، بر منبر بارها و بارها و بارها درباره این نکته صحبت کردن که امام اول شیعیان وقتی به قدرت رسید، پیش از آن که یعنی از این جهان بروند، به فرزندان خود وصیت کردن که با قاتل من مدارا کنید، در زندان مدارا کنید، هیچ اقدامی بالاتر از اون چی که باید انجام داد در چارچوب موازین شریعت یا قوانین آن زمان با قاتل من انجام ندید، بیش از نظر کینه شخصی یا هر چی که هست. این رو استاد بزرگ شعر و غزل فارسی شهریار هم به شعر در آورده، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، تکنون بسیر کن مدارا. شعر بزرگ، شهریار بزرگ است. اما میبینیم همین روحانیون وقتی به قدرت میرسند، در مسند قدرت مینشینند، امثال آقای خامنه‌ای و بقیه، کارگر ساختمانی زحمتکشی مثل شاهرخ زمانی مرتکب هیچ جرمی نشده، به زندان میره و وقتی هم در زندان هست که قاتل امام اولش شیعیان هم نیست ایشون، چون این باش رفتار بشه. یا رضا شهاب، این فقط یک پرسش هست، مبنای حتی شرعی چون این رفتاری چی هست؟ اون دروغ بود یا این رفتار؟ کدومشون چی؟ چرا روحانیت غیر دولتی در این باره صحبتی نمی کنه؟ و اما صحبت کردید از سندیکا یا تجمع یا تشکل آقای حسنلوی عزیز، کارگران آمریکایی علیه جنگ. در شیکاگو هم کنگره بود که من خبر دارم شما شرکت داشت، در اونجا چه گذاشت در حمایت از کارگران ایران؟ در کنگره جهانی لیبرنت که شبکه بزرگ کارگران جهان هست که هر دو سال یک بار کنگرش برگزار میشه، در شهر شیکاگو بیش از 150 کشور نماینده های اتحادیه های کارگری و نمایندگان کارگرانی که خودشون به اونها فایتر یا جنگنده میگن حضور پیدا میکنن، از جمله از سراسر آمریکا اتحادیه های کارگری نماینده های خودشون رو به این کنگره اعزام کرده بودن، همچنین نمایندگان کارگران از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و پنج قاره جهان. و در این کنگره ورکشاپ های زیادی برگزار شد و یک جلسه عمومی که بیش از 800 نفر در اون حضور داشتند. در این کنگره خوشبختانه یک سخنرانی هم به بنده دادن و جلسه پرسش و پاسخ که در اون سخنرانی من مسائل و مشکلات طبقه کارگر ایران و استادگی حکومت در برابر حق تشکل و سازمانیابی کارگران ایران و در نتیجه زندانی شدن بسیاری از کارگران ایرانی به خاطر دفاع از حق و حقوقشون، از جمله رضا شهابی، رسول براقی، آقای قمبنی، ارژنگ داوودی، حسن تفا، کریم معروف عزیز و ده ها اسم دیگری که کارگران، معلمان، خبرنگاران، وکلای مدافع کارگران هستند و در زندانهای جمهوری اسلامی فقط به دلیل دفاع از حق و حقوق کارگری و انسانی خودشون که طبق تعریفی که الان اتحادیه های کارگری میکنن و معتقدن که حقوق بشر
مانا حقوق کارگران هست در این کنگره به این مطالب توجه ویژه‌ای شد و در نهایت در اسناد منتشره و صحبت‌هایی که شد اعلام حمایت سراسری از جنبش کارگری ایران و زندانیان کارگری ایران شد و به خصوص توجه به وضعیت جان شاهرخ زمانی کارگر سندیکالیست نقاش در زندان. امتیازی که این کنگره لیبرنت داره این استش که بدون حد و مرز از تمام جنبش‌های کارگری دنیا که به خاطر بهتر کردن شرایط کار و زندگی به این نقطه رسیدن که به شکل شبکه‌ای میتونن همه از هم حمایت کنن و همبستگی داشته باشن در این کنگره شرکت کردن و هر سال بعد تعداد نهادهای کارگری و اتحادیه‌های سراسری و نمایندگان فدراسیون‌های کشوری در این کنگره اضافه میشه و بازتاب صدای کارگران ایران در چنین کنگره جهانی حتما در آینده نزدیک و دور بی تأثیر نخواهد بود و امیدوارم که این حضور و این افتخارات و بیان کارگران کارگران مبارز جهان و کارگران ایران خصوصا کارگران زندانی و اخراجی به دلیل دفاع حقوق کارگران بی انجامد و نتایج موثرش برای مردم ما به چشم برسه. و در همین زمینه عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال هم شما تماسایی داشتین؟ نه متشکرم که یادآوری میکنید. بله طی هفته گذشته کنگره سالیانه امنستی هیومن رایت یا دفاع از حقوق بشر و یا عفو بین الملل که این ترجمه به نوعی بالاخره مطرح شده فارغ در ایران کنگره سراسری داشتن که بیش از 800 نفر از مدافعان حقوق بشر از سراسر آمریکا به نمایندگی از 1,000,000 نفر از مدافعان حقوق بشر آمریکا در این کنگره در شهر شیکاگو شرکت داشتن که خوشبختانه از من هم دعوت کردند و من در اونجا یک سخنرانی عمومی داشتم که پیرامون مسائل حقوق بشری ایران و نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی به اشکال مختلفی که میشه گزارشی داشتم و قدردانی کردم از حمایت‌هایی که اتحادیه‌های جهانی کارگری و عفو بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی کارگری در دفاع از کارگران زندانی بین‌المللی سیاسی عقیدتی و دگرباش و دگراندیش ایران داشتن که بسیار مؤثر هست این پشتیبانی‌های بین‌المللی از زندانیان سیاسی کارگری اندیشه‌ای و حتی میتونه باعث نجات جان اونها و حتی برخی به زمانها آزادی اونها از زندان بشه، از جمله خود من که اگر این حمایت‌های سراسری نبود خب احتمالش در زندان‌ها من کشته شده بودم و اونجا قدردانی کردیم و خواهان ادامه این حمایت‌ها و این همبستگی‌ها شدیم که خوشبختانه خود مسئولین و مدیران عفو بین‌الملل و امینستی هیومن رایت با توجه ویژه‌ای که به ایران دارن و به مسائل حقوق بشری ایران از جمله حضور آقای احمد شهید به عنوان مسئول رسیدگی به وضعیت به عنوان کارشناس ویژه رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران هر سال می‌بینیم که توجه بیشتری داره به وضعیت حقوق بشر در ایران میشه، از جمله در اتحادیه اروپا و نهادهای دیگر بین المللی هم ما محکومیت به این نقض حقوق بشر رو در ایران توسط این حکومت جمهوری اسلامی که ظالمانه نسبت به حقوق مردم داره رفتار میکنه دیدیم و این صداها امیدوارم که رساتر بشه و با حضور کسانی که در هر کدوم از این کنگره ها و شوراهای جهانی میتونن حضور پیدا بکنن کمک بکنه به مبارزان داخل کشور که از یک امنیت بیشتری برخوردار بشن در مبارزه‌ای که برای احقاق حق و حقوقشون و رسیدن به دموکراسی انجام میدن. آقای اوسندوی عزیز اشاره کردم به وضعیت حقوق بشر در ایران و اقداماتی که سازمان عفو بین‌الملل در این زمینه به وجود به عمل آورده از امنستی اینترنشنال، عرض کنم خدمتتون در کنارش شاهرخ زمانی عزیز و رضا شهابی عزیز کارگران زندانی که از بیماری رنج میبرند و شاهرخ زمانی که اعتصاب قضا کرده
در زندان های جمهوری اسلامی اتفاقاتی میفته که در زمان آپارتاید و نژاد پرستی در کشورهای آفریقایی کم و بیش این اتفاقات میافتاد. زمانی که حکومت های نژاد پرست بعد سیاهان آفریقا حکومت میکردن، از جمله اتفاقی که در حتی اون کشورها نیفتاد، حتی در اون کشورها نیفتاد، این بود که وکلای دادگستری به زندان برن. یعنی یادمون نره که یک کسی مثل مهاتما گاندی وکیل بود عملا و نه تنها به زندان نرفت، زمانی که در آفریقای جنوبی حتی سکونت داشت و اقداماتی علیه حکومت اونجا انجام میداد در جهت تامین حقوق بشر در اونجا و بعدها در هند، بلکه رهبری انقلاب مسالمت آمیز هند هم به عهده گرفت. در ایران هست که وکلای دادگستری بسیاری در زندان هستن. آقای محمد سیفزاده وکیل دادگستری در زندان است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، حال اینکه ملیگرایی رو بنیانگذار خود جمهوری اسلامی کفر گفته بود آقای اوسانلو. آقای سیفزاده بیماره، بیماری قلبی داره، فعلا به بیمارستان قلب بردن. آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگه ای که باز ایشون هم زندان هست، عبدالفتاح سلطانی رو اجازه ندادن به بیمارستان بره، نیازمند خدمات پزشکی هست. چرا این همه وکیل در زندان هستن؟ هادی اسماعیل زاده مدافع حقوق بشر رو هم محاکمه تجدید نظر، یعنی محاکمش دوباره از سر گرفته میشه و خبرهای بسیار. و خانم مریم شفیع‌پور دختر نازنین ایرانی، دانشجوی ایرانی، دختر من شما و همه ایرانیانی که خواستار تامین حقوق بشر هستن در ایران، دختر دانشجو رو به زندان میبرن، اقدام علیه امنیت و خیلی اتهامات مختلف. و به هر حال 4 ماه هست در انفرادی و محروم از ملاقات ها. اینها نشونه اعتماد به نفس آقای اوسانلو. شما به عنوان یک انسان زحمتکش که به سهم خودتون در سازندگی ایران نقش داشتید و تلاش کردید مثل بقیه کار کردید، این حکومت وقتی چنین میکنه، با زندانیان هم چنین رفتاری داره، این نشوندنده اعتماد به نفس حکومت هست یا اینکه نگران چی هست؟ از شارخ زمانی تا خانم شفیع‌پور که چنین رفتاری انجام، چرا؟ به نظر میرسه که این نه تنها اعتماد به نفس نیست، بلکه موزه از سر ترس برای ایجاد رعب و وحشت در دل مردم، خصوصا زحمتکشان و طبقات محروم جامعه است. شما ببینید علاوه بر اسامی که از وکلا گفتید، پیرمرد 86 ساله آقای حسن تفاح نیز الان به عنوان از اولین وکلای کارگرانی که در ایران و کشورهای دیگه از حقوق کارگران دفاع میکرده الان در زندان رجای شهر است. آقای کریم معروف عزیز پیرمرد 76-7 ساله که باز ایشون یکی از مبارزان و حقوقدانان کرد ما هست، باز ایشون الان در زندان رجای شهر است که جرای آپاندیس بدی هم چند ماه پیش داشت و نگذاشتن حتی دوران نقاهتش رو در بیمارستان بگذرونه و فوراً برگردوندن به زندان. و وکلای دیگه مثل آقای قاسم شعله‌سعدی که به تازگی آزاد شد از زندان فعلا اومده بیرون و دیگر کسانی که نام بردید و نمونهای دیگر. یک اتفاق جالب از من به شما بگم، مادر شهید ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس که خودش یک مبارز شده و یکی از وکلای طبقه کارگر و مردم ایران شده، روز گذشته میره جلوی وزارت اطلاعات به عنوان وکیل فرزند خودش، موقعی که برای این کارگر زندانی دادگاه تشکیل میدن به عنوان قتل شبه عمد و شبه عمد رو نمیپذیره ایشون و وکیلشون خانم فاضل‌پور و اونجا به آقای نوریزاد میپیونده در اون قدمگاهی که هر روز میزنن برای اعتراض. و امروز خانم گوهر عشقی مادر شهید ستار کارگر وبلاگ نویس و همراه نوریزاد اونجا قدم میزنن و پرچم دستشون گرفتن و اعتراض دارن. اطلاعاتی ها میان و این مادر رو میخوان، میگه تو برای چی اینجا قدم میزنی؟ میگه برای خون پسرم، پسرم یک کارگر بود کشتینش. و
بعد میگن اینو که میدونی که ما نکشتیم، اینو تو اداره آگاهی کشتن. میگه نه، کجا هستش که دست اطلاعاتی ها نباشه؟ و امروز جمهوری اسلامی از یک مادر شهید، یک پیرزنی که در جنوب تهران هست و میاد اونجا کنار آقای نوریزاد قدم میزنن برای حقوق خودشون، وحشت داره. این مسئله است که این خانم رو کتک زدن در 40 فرزندش، موهاشو کندن. جا ایشون میگه من موهای منو که کندین آوردم و اینجا حق مال از شما میخوام. و این حضور افراد در کنار همدیگه برای درخواست مطالباتشون، همه اینها رو به نوعی وکیل مدافع مردم ایران، کارگر ایران میکنه. و خوشحالم که شما اشاره کردید به این که چه طیف گسترده‌ای از مردم ایران در زندان‌ها هستن. این نشون میده که این حکومت اسلامی با هیچ کسی در ایران سر سازش نداره و حرکاتی که میکنه از موضع ترس است. به همین دلیل من امیدوارم که به استقبال اول ماه می که ما داریم میریم، روز جهانی کارگر، ما اخبار بیشتری از اتحاد و همبستگی کارگران ایران داشته باشیم، مثل کارگران اروپا که 4 آوریل 5000 کارگر از 21 کشور اتحادیه اروپا خودشون رو به بروکسل رسوندن تا در یک تجمع اعتراضی صلح‌آمیز بزرگ خواسته خودشون رو اعلام کردن و از رهبران اتحادیه خواستن که ما کارگرها به حد کافی ریاضت کشیده ایم، حالا نوبت شماست، تلاش کنید بیکاری، فقر و نابرابری رو از بین ببرید. اگر کارگران ایران بدونن که میتونن با این حضورهای دست جمعی مثل کارگران فولاد زاگرس که از همین دیروز سومین حضور خودشون رو جلوی وزارت کار شروع کردن، بپیوندن به اعتراضهای کارخانه‌ای و منطقه‌ای، میشه یک جنبش سراسری کارگری داشته باشیم که بقیه حقوق بگیران، معلمان، کارمندان، پرستاران، اساتید دانشگاه، هنرمندان بپیوندن و این جنبش همبستگی نوین مردم ایران راه رو برای گذر از دیکتاتوری ولایت فقیه باز بکنه. بله آقای استانداری عزیز اشاره کردیم به گوشه های از اونچه که در زندان های جمهوری اسلامی میگذره در ارتباط با کارگران، وکلا و بقیه زندانیان، معلمین، دانشجویان، هم کسانی مانند رسول بداغی گرامی، کسانی مثل سرجنگ داوودی که نیز اشاره کردید و بسیاری بسیاری دیگه که من اسامیشون متاسفانه اونقدر طولانی است، افراد بسیاری که چند ساعت وقت میبره بردن بردنش. اما باز سعدی یک حرفی رو من بارها گفتم، میگه که در ابتدا بنیاد ظلم اندک، هر که آمد مزیدی بران کرد تا بدین قایت رسید. این ظلمی که هست در زندانها و در جامعه، خب از روز 23 بهمن ما پایه گذاری شد. کسانی در اون سهیم بودن که در دادگاه های اولیه دیدیم به عنوان دادستان در کنار صادق خلخالی و همدست صادق خلخالی نشستن، امثال آقای ابراهیم یزدی، دکتر ابراهیم یزدی، که گذر زمان هم حتی چنین افرادی رو به جانب مردم نیاورد. آقای ابراهیم یزدی که دست در کشتار اعدام های اولیه انقلاب داره، مشارکت داره، به گفته بسیاری که شاهد دادگاه های اولیه انقلاب بودن و اقدامات بعدی، و ایشون به تازگی باز سخن از این گفتند که بیایید متحد بشویم، وفاق ملی. وفاق ملی نه اینکه با مردم ایران، با مؤتلفه و بقیه در درون حکومت برای نجات حکومت. حرف آقای ابراهیمی یزدی، یعنی برای ادامه همین وضعیتی که هست، دختر ایرانی به زندان بره شکنجه بشه، کارگر ایرانی به زندان بره وزیر شکنجه کشته بشه، وبلاگ نویس دیگری امیدرضا میرسیافی عزیز و و و و اونچه که بینندگان ما میدونن و کارگران ما، چون این کارگران شریف زحمتکش ایران بر سرمایه های بیکران نفت و گاز محتاج نان شب، که کارگر راهن گفته میشه به همین دلیل خودکشی کرده، مسائل خانواده. به آقای ابراهیم یزدی خواستار وفاق دوباره همه کسانی بودند که بنیاد این ظلم رو گذاشتن برای ادامه این ظلم.
گروهی از اینها البته به خارج اومدن و در پناه اسامی که به تازگی بعد از خوندن علامه مجلسی یاد گرفتن، امثال هابرماس و کارل پوپر و جریانات مدنی، در تلاش مبرا ساختن خودشون هستن از آنچه که در بنیاد نهادن ظلم انجام داد. صحبت سفره مردم شد، میبخشید آقای استاندو، برنامه شماست، من شاید پرچونگی کردم. اما نکته این هست، این یارانه هایی که فاز دومش گفتی شروع میشه، آیا کفاف سفره خالی کارگران ایران رو خواهد داد؟ موضوع اساسی این استش که یارانه ها در همه جای دنیا از اول جهتدار و هدفمند هست و به نوعی از مالیات های مستقیم و غیر مستقیمی که حکومت ها میگیرند برای که خدمات عمومی و زیربنایی بدن به بخشی از جامعه که توان اقتصادیش پایین تر هست یا توانایی کار کردن نداره، مثلا سالمندان، بازنشستگان، بیماران یا کسانی که معلولیت هایی پیدا کردن، ناتوانی پیدا کردن، بتونن از طریق بودجه های عمومی برای اونها امکانات زندگی عادی رو فراهم کنن. متاسفانه در کشور ما از اول این جهتگیری یارانه ها به این شکل نبود و متاسفانه باز به همین دلیل بحث گرفتن یارانه بسیار بحث میشه بگیم ناعادلانه ای شد، چون موقعی که در بودجه حکومتی بود که مثلا همه کسایی که ماشین بیشتر داشتن، بنزین بیشتر استفاده میکردن، خونه های بزرگتری داشتن، برق بیشتری استفاده میکردن، تشکیلات وسیع اقتصادی داشتن، از گاز و مثلا آب بیشتری استفاده میکردن، خود به خود از یارانه بیشتری هم استفاده میکردن در بودجه عمومی. بعدم که اومدن اینطوریش کردن ماهی 45 تومن بدن، باز به همه عملا دارن میدن و نرخ تورم که بالا رفت تا 50-60% و حتی 3 برابر شد و با ترکیب تحریم ها عملا ارزش پولی که به دست زحمت کشان میرسید به 1/3 خودش کاهش پیدا کرد، یعنی نرخ تورم 300% در طی 3 سال گذشته. حالا این یارانه ها رو الان دولت جدید تازه میگه نگیرید، خواهش میکنم نگیرید، انقدر تو تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه درست کردن در رابطه با نگرفتن این یارانه ها و انصراف دادن و فرپر کردن که خود کارگرایی که از گرسنگی در سخت‌ترین شرایطن داره دلشون به حال این دولت میسوزه. قرار بود این دولت بیاد به کارگرا خدمات بده و بگه دستمزدتون رو میبرن بالا. آخه این دولت از کارگرا و مردم تفکر داره که میلیاردها سرمایه‌ای که در دوره قبلی و کلا در جمهوری اسلامی تو جیب امثال بابک ها رفته، آقای رضا زرابا، بابک زنجانی ها، مرتضوی ها و همه کسایی که در قدرت تا امروز بودن، حالا مردم و کارگرای یارانه هم نگیرن اون دچار مشکل نشن. این یه طرف قضیه. یه طرف قضیه اینه که یارانه ها برای طبقات محروم جامعه بایستی 100% بیش از اینا باشه که حالا اینا اینو هم میخوان ندن و خبر من دارم و خیلی از رادیوها صحبت شده، خیلی از کسانی که بیکارن الان، خیلی طبقات محروم جامعه رو این مرحله دوم یارانه بهشون ندادن که اونا دارن اعتراض میکنن، مصاحبه میکنن و صدای خودشون رو میرسونن به گوش دیگران و این مسئله نشون میده چه تضاد و دروغی در این بین هست. یه نکته کوچیکم بگم، بخشی از کسانی که شما تو بحث قبلی گفتید در همون اعدام ها و بی‌توجهی های کل اجتماع ما نسبت به اون اعدام های اول انقلاب بود، این بود که متاسفانه فضای عمومی جامعه آنچنان خشن شد و آنچنان درخواست های این اعدام ها توسط این ملایان ضد بشر هم بالا رفت که با اون کشتارها خواستن صداهایی که میتونست از اون آدم ها بیرون بیاد و حقایق رو بگه که اینها کی هستند هم افشا بشه. فقط تاجزاده با کمال شجاعت از زندان که الان هم تو زندان بند 2 الف هست یک نامه داد بیرون، همون موقعی که من در زندان رجوع شهر بودم منم متوجه شدم که حتی کسانی که سکوت کردن در دهه 60 و خودشون دست نداشتن در اعدام های بعد از انقلاب تا امروز، به اندازه سکوتشون باید یک روزی جوابگو باشن، از جمله خود من و همه کسایی که در برابر اون اعدام ها در و سکوت کردن و حق با شماست و امروز هم برای نجات حکومت است که این وفاق رو میخوان. این با همبستگی نوعی که ما داریم و همبستگی مردم ایران در کف جامعه که همین زندانیان
مردم عادی هستن بسیار تفاوت داره. بله، اشاره من به آقای ابراهیم یزدی و کشتارهای دهه 50 بود، یعنی بلافاصله پس از انقلاب، و که زمین ساز کشتارهای بعدی هم شد، یعنی کشتارهای دهه 60 و بعدها 70 و همینطور که میبینیم ادامه داره. بسیار سپاسگزار هستم آقای منصور حسانلوی عزیز، باز هم سال جدید رو برای شما و همه کارگران و زحمتکشان ایران سالی سرشار از سلامتی، تندرستی، آزادی، برخوردار از حقوق خود در یک جامعه که شایسته هستند، جامعه مرفه، برخوردار از بهره‌مندی از درآمدهای ملی ایران آرزو می‌کنم برای شما و همه کارگران ایرانی و همه مردم. با سپاس بسیار آقای استان دیگر. منم از شما سپاسگزارم، به امید دیدار. در نیمه دوم برنامه آقای علیرضا رضایی با ما خواهند بود، طنز پرداز مقیم فرانسه. همونطور که اشاره کردم با من و شما هستند آقای علیرضا رضایی عزیز، طنز پرداز سرشناس، مقیم فرانسه. سلام به شما. سلام به شما و بینندگان بسیار عزیز، در خدمت همگی هستم. آقای رضایی، میشه اشاره کرد به اینکه این ماجرای دزدی یا نه؟ بفهمید. بله، من آقای رضایی یک هفته غایب بودن، بعد خبردار شدیم که دزدی آمده و آنچه رو که آقای رضایی نداشت برد. چون من حیرت کردم که این دزد بی‌سلیقه ترین دزد ممکن در نه تنها فرانسه بلکه در اروپا بوده، برای اینکه به دزدی که به خانه روزنامه‌نگاری بزنه، اون هم روزنامه‌نگاری که در تبعید ناخواسته در گوشه ای از اروپا است، اون هم روزنامه نگاری مثل علیرضا رضایی که چه در بساط داره مثل بسیار دیگه از روزنامه نگاران شریف ایرانی، که دزدی بیاد و ببره. چه بود قضیه علیرضا عزیز؟ شاید بینندگان بیشتر کنجکاو شده باشه. والا خوشبختانه یک دزدی خونه من وارد شد، یک نفرم، نه سه تا بودن، خوشبختانه سه دوز وارد خونه من شدن و در پایان مراسم دزدی دنگی حدود 450 یورو گذاشتن اینجا و رفتن. یعنی متاسفانه بعدا یه نامه نوشتن، البته دوتاشون توسط پلیس دستگیر شد و این دوتا اعتراف کردن که ما چون وسیله حمل و نقل نداشتیم نتونستیم یه مقدار اسباب و وسایل هم برات بیاریم و این شد که به عنوان تنها دارایی شما لپتاپت رو برداشتیم بردیم. به جاش دیدیم یه مبلغ مختصری گفتن به حسب وسعمون رومیز برای من گذاشتن که من برم یه خورده برای خودم چیز نیست بگیرم برای خونه زندگی و اینا، بعد خیلی متاسف شدن که وارد خونه شدن که هیچی توش نیست. اونم سه نفر. بر سه نفر متاسف گفتن ما واقعا کیسه دوخته بودیم خونه من اول یک خیابونی، گفتن ما برنامه چیده بودیم که این خیابون از سر تا تهش رو بزنیم اون شب و همین وارد اولین خونه که شدیم از این بابت رفتن از من شکایت هم کردن، گفتن ما میخواستیم تا ته اون خیابون هرچی خونه هست بریم بزنیم. اون شب وارد همین خونه اولیه که شدیم تمام استعدادهای ما اصلا کور شد و حتی شکایت هم داشتم، برای اینکه آدمی که با این وضعی هست نمیری خونه اول رو بگیره. پلیس هم بهشون این رو برگه‌هاش رو داده، چون به صورت فرانسه کشور آزادیه و هر کی میتونه بره از هر کی شکایت کنه و فلان، و قرار شده که الان ما هر دو بریم از هم شکایت کنیم، من شکایت کنم که چرا یه چیزی رو گذاشتین تو خونه من و اونها شکایت کنن که چرا من مانع شدم که خونه های دیگر رو برم بزنن.
یعنی ذوقشون رو کور کردین عملا. اصلا قرار شد که هر چهار نفر، الان متاسفانه هنوز دزده سوم پیدا نشده، قرار شد موقعی که ایشون پیدا بشه به اتفاق من در اداره پلیس بشینیم و هر چهار تا دنبال یه کار جدید بگردیم. یعنی هر چهار تاتون از پلیس شکایت کنید. اینم و این کشور آزادیه، اینجا میشه همه از همه شکایت، میشه همه شکایت که برای این دوستات لابد نیاز به دورهایی دارن در تهران جای دیگه. بابک زنجانی یا عرض کنم خدمتون در جای مختلف جایی هست البته آموزش حلال میدن، مثل گردشگری حلال که شما خواهید گفتین چیه گردشگری حلال که آقای روحانی گفته. گردشگری حلال اتفاقا همین ماجرایی که برای خونه من پیش اومد خودش یه گردشگری حلاله. یعنی طرف خب وارد میشه، قصدش گردشگری نیست، وارد میشه ولی خب در عمل گردش باید بکنه و یه پولی هم خرج میکنه میره. و آقای روحانی در مورد جزیره کیش، ایشون یک اختراعی کرد به نوعی و بعد از ملی شدن اینترنت، حلال شدن نمیدونم همه چیز در ایران، ایشون خواهان گردشگری حلال در جزیره کیش شد. حالا دولت تدبیر و امید خودش خب دولت حلالیه و طبیعیه که دنبال چیزهای حلال باشن. گردشگری حلال من فکر کردم که اولا با مثلا هواپیماهای حلال باید انجام بشه، ملت طبیعتا با پای راست باید وارد جزیره کیش بشن. پیش از این ما یک استفاده حلال از انرژی هسته‌ای هم داشتیم، انرژی حلال اصلا میشه، اونم ما گفتیم که خب مثلا با پای راست وارد راکتورها بشن، سانترفیوژ ها 7 دور بیشتر نگردن. الان احتمالا به همین روش و متاسفانه با خبر شدیم تا الان هر گردشگری که به سمت جزیره کیش رفته گردش حرام کرده. خیلی اتفاق بدی بود. یه عده حالا هنوز فقها ننشستن حکم شرعیش رو بنویسن که آیا الان به کفاره اون گردش حرامی که داشتن در کیش باید یه بار دیگه برن که اون گردش رو حلال کنن، بعد یه بار دیگه هم برن که اصلا کلا بگردن. اینو نمیدونیم، اینو الان مسئله شرعیش حل نشده ولی به هر صورت این اتفاق افتاده متاسفانه. امیدواریم که دفاتر حلالگردانی امور حرام در جزیره کیش هر چه زودتر افتتاح بشه، هم یه عده برن سر کار، اشتغال زایی بشه، یه مقداری حجم نیروهای فقهی بیکار داره در مملکت زیاد میشه و آمار بیکاری دولت تدبیر و امید و بدبختی داره میره بالا، همین که بر صورت یه گردشگر وارد اونجا میشه بهش بگن چیکار کنه که گردشش حلال باشه، نیت کنه قبل از اینکه به سمت کیش میخواد بره اول نیت کنه چیکار کنه. بله یعنی ممکن نیت کنیم ما میریم به گردش حلال در کیش قربتن الله. خیلی ظاهرا تا الان نیت اصلا نیتی نداشتن که برن کیش، ولی خب بعد معلوم شده که حرام بوده، هم که نیت نکردن حرام بوده گردششون. خب برای هر کاری راه حلی هست در جمهوری اسلامی، مثلا اینجا ما میبینیم برحال یه راهی پیدا میکنه این گردشگری حلال رو یه ضوابطی براش تعیین میکنن، به جای آبجو و اینها مشروبات الکلی ما و شعیر میدن. یهو دیدین اینو بیکینی مثلا مجاز شد که برای توریستایی که میان به هر حال ممکنه برای نیاز به عرض رسن که نیست به عرض که یه مقداری در نظام نیاز به طوله. ببینید آقای رحیم بورازغندی چند وقت پیش گفته بود که دو سه هفته پیش گفته بود یک چیزایی قبلا در ایران ممنوع بوده که الان ما بهش میخندیم، مثلا ماهی اوزونبرون حرام بود و ممنوع بود و خب واقعا چیز خندداری هم هست، فرض کنید مثلا شطرنج ممنوع بود، خب الان آدم نگاه میکنه خیلی چیز خنده داریه. یه چیزایی هست که الان ممنوعه و ما بعدا بهش خواهیم خندید.
منظور ایشون احتمالا از این حرف این بوده که چیزایی که الان ممنوعه و حرام هست چیزایی که قابل خندیدن هست. گفتیم خب چه کاریه، ما به جای اینکه صبر کنیم که مثلا 20 سال دیگه بهش بخندیم همین الان میخندیم. ماجرای مثلا گردشگری و حلال کردن گردشگری و اینها از جمله موارد به نظر من از جمله موارد حرام و ممنوعیه که بعدا ما بهش خواهیم خندید. یعنی یه روزی همین آدما میان میگن گردشگری در کیش حرام بود، خب الان خنده داره. ما دیگه بس دیگه، این همه وقت گذاشتیم برای این داستان، تصمیم گرفتیم از این بعد به هر چی که حرامه و به هر چی که ممنوعه همین الان بخندیم، نه بیکاریم صبر کنیم یا 20 سال دیگه بخوایم بخندیم. یعنی از این حالتی که ملتی هستیم که خیلی دیر میخندیم، یعنی دیر میخنده دیر یادش میاد در بیاریم، منظور این اصلا یه مسئله اینه که ظاهرا ببینید الان ما یه سری ویدیوها داریم از رهبر ایران، یه طنز پردازی، یه شاعر طنز پردازی نشسته و شعر طنز میخونه، خیلی هم خنده داره. ایشون یه چیزی رو، یه مثلا بیتی رو میخونه، تا آقای خامنه ای نخندیده هیچ کس نمیخنده. یعنی یه جایی به بعد ایشون باید اجازه خنده بره. ایشون میگه مثلا آقای، حالا نمیدونم اسمش بگم، هست توی یوتیوب و اینا، با آمدنت کمی به روزم کردی، نمیدونم تابیدی و شمع پرفروزم کردی. رهبر به میکروفون نزدیک میشه میگه آفرین، همه میخندن. تا قبل از اون میگه هم سوخت دلم ز رفتنت، هم پدرم با رفتن خود دوگان سوزم کردی، هم ساکت. ایشون میاد نزدیک میکروفون میگه آفرین، همه میخندن. الان سر جریان حلال و حرام هم اینا وایسادن، یعنی اون اونجایش که خنده داره اینا باید به ما اعلام کنن کجا از کجا به بعد بخندیم. سابقا یه فیلم هایی بود که فیلم کمدی پخش میکردن، روش صدای خنده میذاشتن. صدای خنده که میذاشتن یعنی شما باید اینجای فیلم بخندی، اصلا به شعور خود بیننده کاری نداشتن که خب خودش میفهمه اینجاش خنده داره. میگفتن نه، شما به صورت بفهمی یا نفهمی اینجاش باید بخندی. حالا این موارد حلال و حرام و اینها هم اینا صدای خنده پخش میکنن، یعنی مثلا طرف میره کیش، بعد از یه جایی صد به بعد صدای خنده پخش میشه، میگه حالا که از اینجا به بعدش گردش شما حلاله. تا اینجاش که صدای خنده پخش نشده بود حرام بود. سیستم مثل که اینجوری داره میره جلو. خب اینی که میگین آقای خامنه‌ای میگه آفرین بقیه میخندن خودشون جرأت خندیدن ندارن، خب حق هم دارن دیگه. چون ببین مثلا فیروز آبادی رو که شما کاملا میشناسید، یعنی متاسفانه بر ایشون میگه که چه حرف آقای خامنه‌ای حرف خداونده، لابد خنده آقای خامنه‌ای هم همینطوره نیست؟ آقای فیروز آبادی که برحال من خیلی خوشحالم که حرف هم زنه، من اصلا امیدوارم که آقای فیروز آبادی تو همین خط حرف بزنه، چون از این فاز که خارج میشه حرفای دیگه که میزنه فوری دو تا قطعنامه تصویب میشه، یا یه جایی به جایی حمله میکنه، یا اینکه امریکا مجبور میشه دو تا ناب دیگه برداره بیاره خلیج فارس و اصلا بحران اقتصادی در امریکا دوباره ایجاد بشه. امیدوارم که تو همین راستا ها حرف بزنه. اما خب آقای فیروز آبادی، ببینید ما اول انقلاب یک عده افراد داشتیم که اتفاقا الان هم هستن، خیلی هاشون الان هم دستن در کارن. اینها شغلشون این بود که بدترکیب باشن، یعنی اینقدر ریش داشته باشن، قیافه های مخوف و در تمام سطوح هم بودن. طرف یعنی 8 تا 10 صبح وزیر بود، 10 تا 12 با تیغ مکتبری میرفت سر پل تجری، شلوار لیب پاره میکرد، 12 تا 2 نهار و نماز بود، 2 تا 4 جلسه شورای بازبینی فیلم شرکت میکرد، مجوز تئاتر مثلا میداد و به همین ترتیب تا آخر وقت. این شغلش این بود که بد ترکیب باشه، یعنی با اون قیافه همه جا میتونست بره، هم وزیر باشه هم بفرمایید. آخرش هم مداح بود برای سینه‌زنی در مسجد نارمک مثلا. میتون بله خیلی هاشون این شغل بود، یعنی بد ترکیب بودن شغل بود اون موقع. اینا به تدریج از حدود 15 سال پیش ریشاشون تحریش شد و یه خورده یاد گرفتن که شونه از شونه استفاده کنن و برس
بعضیاشون هم هستن هنوز الان با کف دست و اینا چی میکنن، ولی خب همین این یه اتفاق مهمه، یه حرکت مهمه برای این آدم. بعضی مثل آقای فیروزآبادی هم شغلشون اینه که از این حرفا بزنن، این اصلا شغله این خودش. یعنی مطمئنا آقای فیروزآبادی هر ماه فیش حقوقیش که میاد اون بالا مثلا نوشته خب فیروزآبادی بودن خودش یه شغله، اون مواردی که ایشون بابتش حقوق گرفته. یک، فیروزآبادی هست، این ماه هم فیروزآبادی بوده. دو، وزن، سر وزن بوده. در ایران یکی کشتیگیرا مهمه سر وزن باشن، یکی فیروزآبادی. بعد سه، به خامنه ای گفته خدا، این اصلا خودش یه چیزه، بابت اینا حقوق میگیره، این اصلا شغله. یعنی اینکه علی رضایی عزیز، یعنی میگی مثلا فیروزآبادی حالا رفت هر بعد دلیلی چه از این جهان بعد از هر چقدر عمر طبیعیش هست، یا این از این شو حکم میشه داد دست کسی؟ یعنی میدن که شما آقای حسن علی مثلا احمدزاده شما از تاریخ فلان به سمت فیروزآبادی منصوب میشه. البته من معذرت میخوام، ببینید شما گفتید آقای فیروزآبادی بره به هر دلیلی. ببینید آقای فیروزآبادی الان اصلا مطمئنن خود خداوند داره دنبال یه دلیلی میگرده که بره پیدا، یعنی به هر دلیلی فیروزآبادی به هر دلیلی نمیتونه بره، یعنی به این راحتی ها. من ببینید هفته گذشته امام جمعه جهرم بستری شد در بیمارستان، ایشون 94 سالش بود تفلکی و بستری شد. خب ببینید بستری، ما واقعا از بستری شدن این افراد، اصلا از بستری شدن هیچ کس خوشحال نمیشیم، از رفتن هیچ کس هم خوشحال نمیشیم، اما چون رفتن و بستری شدن اتفاقی که در ایران با بدبختی میفته، یعنی این افراد با بدبختی بستری میشن، نمیشن اصلا یا نمیرن اصلا، اینه که رفتن یا مثلا بستری شدنشون یک دلیل بسیار قانع کننده میخواد. ببخشید حرف تو حرف شد، این من اینجاشو خواستم چیکار کنم. فیروزآبادی خدای نکرده دلیلش پیدا بشه و تشریف ببره، فکر نمی کنم کسی نقش ایشون رو، مثلا آقای مصباح یزدی، کسی نمیتونه نقش ایشون رو بازی کنه، مگر اینکه یه حکمی بدن دست یه نفر مأمور به خدمتش کنن. قبلا این اتفاق می افتاد، مثلا توی وزارت ارشاد یه در از آموزش پرورش مأمور به خدمت میکردن، میفرستادن ارشاد، میگفتن نوارای کاستی که تو خیابون از ضبط مردم گرفتیم، از ضبط ماشینشون گرفتیم، شما ببر. اون که داشت درس میداد پای تخته، الان ممکنه مأمور به خدمت بکنن، بگن مأمور به خدمت در واحد خداسازی خامنه ای، ولی مطمئنا نقش فیروزآبادی رو کسی نمیتونه چیز بکنه. این سمت یعنی جانشین ناپذیر بسته. مثلا فرض کنید الان هیچ جای جهان نمیتونه به نیروگاه بوشهر سوخت هسته‌ای سوخت هسته‌ایشو تامین کنه غیر از روسیه. تا وقتی که جمهوری اسلامی هست هیچ جای غیر از روسیه نمیتونه اون نیروگاه رو افتتاح کنه، نمیتونه سوخت بده بهش. حالا بحث این که اگر جمهوری اسلامی نباشه، خب نباشه اصلا نیروگاه بوشهر هم لزومی نداره باشه که حالا احتیاج به افتتاح و سوخت داشته باشه. الان آقای فیروزآبادی در مقام خداسازی از آقای خامنه ای یه جور روسیه است. من مذارم میخوام یه صحبت روسیه هم شد با این روالی که داره پیش میره. من اتفاقا گفتم یادم بمونه به شما بگم، ظاهرا اعلام کردن هر پنج نفری که در جهان دور هم جمع بشن یک جا باشن و اعلام استقلال کنن، روسیه فوری هم بهشون تابعیت میده، هم نیرو میفرسته و میتونن رفراندوم هم برگزار کنن. گفتم یادم باشه من و شما دو نفر یا سه چهار نفر دیگر هم پیدا کنیم. یه گفت من و شما دو نفر با فیروزآبادی میشیم شش نفر. فیروزآبادی خودش پنج نفره، اون اعلام استقلال کرده. خب حالا قبل از اینکه اعلام استقلال یا هر چی، بالاخره باید کشوری باشه که آدم اعلام استقلال کنه. اما آقای رضایی عزیز، خاک ایران رو به طور قاچاق میفروشن. یعنی اول بعد از انقلاب بود، واقعا یکی دو ماه گذشته بود، کسی واقعا آدم خردمند این حرف رو زد، گفت این
روحانیون بیان سر کار آقای خمینی میخشو محکم کنه، روزی خواهد رسید که کوههای ایران را هم خواهند فروخت. خب این حرف اون زمان حرف زیاد قابل قبولی نبود و کسی توجه نمیکرد. حالا کوها که هیچی، تمام معادن و اینا خاکو برای یک کشاورزی یعنی حاصل خیز هست. این قضیه چیه؟ پس تا جایی که من اطلاع دارم خاک ایران رو از این ور میدن به کشورهای اون طرف حاشیه خلیج فارس، اونها خب یه مقداری به الان ما شاهد این هستیم که مثلا قطر داره بزرگ میشه، مثلا کویت داره بزرگ میشه. حالا این اتفاق من تحقیقاتی که خود من انجام دادم دیدم اولین بار از بهشت زهرا شروع شد، یعنی در بهشت زهرا شروع کردن به خاک فروشی در داخل. بعد خب چون اون یه محوطه ای داشت که دیگه نمیشد مثلا برن وسط اتوبان اونجا کسی رو دفن کنن، شروع کردن به طبقه کردن قبور، شروع کردن قبرهای طبقاتی و اینها چیز کردن. من فکر میکنم در مورد اتفاق اخیر و فروش خاک ایران و بزرگ شدن کشورهای حاشیه خلیج فارس و حالا بر کشاورزی یا هر کاری با اون، خب بعدا ممکنه زمین منخبران هر خاکی حاصلخیزی خودش یه روزی از دست میده و اون خاک مثلا تو قطر مونده باشه چیکار میکنن باهاش، مثلا استادیوم فوتبال میسازن. من فکر میکنم که این روند پیش بره ما شاهد کشورهای طبقاتی در حاشیه خلیج فارس خواهیم بود به زودی. یعنی ما مثلا پنج طبقه کشور داریم، قطر، کویت، عمان، مثلا اینا همینجوری رو هم، و اتفاقا سفر بهشون خیلی راحت میشه به خاطر اینکه آدم کافیه به یکیشون سفر کنه بعد با آسانسور بیاد کشور پایینی، دوباره مثلا دو طبقه آسانسور سوار شه، و حتی ممکنه که ما با یکی از این طبقه ها وارد جنگ بشیم یا روابطمون تیره بشه. آقای رضایی وقتمون کوتاه است، منتها اینو شما برای من ترجمه کنین، شاید هم بینندگان. آقای هدایت الله میر مرادزهی که دبیر کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، یه دستی میشه که تو این بیزینس قاچاق خاک داره، میگم چرا، میگی که میگی ما با موضوع صادرات خاک کشور مخالفیم، اما وقتی خاک حاصل خیز به مقدار زیاد باشه و بیشتر و اینا خب بد نیست بره صادر کنیم. و عرض کنم خدمتتون چون این یه منبع عرض خواهد بود داره کشور، نه طول، شما اشاره کردید در امور گردشگری هم، بعد ما یه حرفی میزنه که من نمیفهمم یعنی چی. میگه که می توانیم با صادرات خاک دریچه‌ای برای تبادل علم و دانش با سایر کشورها باز کنیم. این یعنی چی؟ حالا از کجا ما میگیم این بابا دستی داره در این داستان اینا؟ برای اینکه یک کس دیگه، معاون دفتر آب و خاک سازمان و حفاظت محیط زیست پرویز فتی، ایشون گفته میگه اصلا کشور ما در آینده نه چندان دور با بحران کمبود خاک نباتی کشاورزی مواجه می شود. متاسفانه با سوء برداشت از قانون صادرات خاک به کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می شود و از این حرف. یعنی این دومی نشون میده که آقا اصلا ما خودمون خاک نباتی لازم داریم. اونو میشه ترجمه کنید چجوری تبادل قاچاق خاک فروشش؟ من عرض کردم اگر این کشورهای طبقاتی ما در همین مسیر پیش بریم، اولا خاک یک چیز، یکی از اقلام غیر نفتیه که ما میتونیم جایگزین صادرات نفتی بکنیم. دو اینکه با همین روال پیش بریم ما شاهد کشورهای طبقاتی به امید خدا در حاشیه خلیج فارس باشیم. یعنی ما به جای یک کشور فعلی اگر 8 طبقه کشور اون بالا داشته باشیم، خب از اینا هر چقدر که چیز علم و اینا داشته باشن، یعنی یک مقدار علم قرار بود اگر از امارات به ما برسه، این 8 برابر میشه، انسان 7 طبقه کشور دیگه هم روش باشه. از این جهت ایشون حرف بی موردی نمیزنه. آقای رضایی عزیز سپاس بسیار دارم از شما. امیدواریم که زندگی مسالمت آمیزی رو با دزدان ناشی که به خانه شما زدن در کنار هم داشته باشین در سال جدید، برخوردار از آزادی هایی که در اروپا هست. ممنون از شما و همه بینندگان و دوستان همکارتون. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان و آسواری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.